سلام. یک هفته پرتلاطم سیاسی در رابطه با ایران. هفته‌ای که در اون از یک سو شاهد چند تحریم جدید آمریکا علیه رژیم بودیم، از طرفی بحران کرونا به صورت فاجعه دردناک در کشورمون حدهای قبلی رو در هم شکست. امروز در برنامه تیک تاک نگاهی خواهیم داشت به این دو موضوع برای بررسی دقیق و موشکافانه تر. روز 8 آبان وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که 11 نهاد و 6 مهره رژیم رو به لیست تحریم‌های ضد تروریسم اضافه کرده. ساعتی بعد هم وزارت دادگستری آمریکا از تشکیل پرونده شکایت برای توقیف محموله موشکی و نفتی رژیم ایران خبر داد. این موارد هم در پی دور دیگه از تحریم ها بود که روز 5 آبان خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد و در اون طرف های کلیدی در بخش نفت رژیم ایران رو تحریم کرد. اما ویژگی این دور از تحریم ها چی است؟ چرا در شرایطی که تنها چند روز بیشتر به انتخابات آمریکا باقی نمونده ایالات متحده تحریم ها علیه رژیم رو افزایش میده؟ برای بررسی احمد گلفشار همراه ما هستند. سلام میکنم به شما و متشکرم از حضورتون. سوال اولم اینه که ویژگی تحریم های جدید علیه رژیم چی هست؟ سلام خدمت شما و سلام خدمت هممیهنان عزیز. خب همونطوری که الان گفتین، روز گذشته آمریکا دست به تحریم یک سری از شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی زد. این شرکت ها شامل 4 به اصطلاح شرکت در هنگ کنگ بودن، 2 شرکت در ایران، 1 شرکت در چین و 1 شرکت هم در سنگاپور که اینها به اصطلاح مورد تحریم قرار گرفتن. و قبل از اونم در 5 آبان باز مجددن خزانه‌دار آمریکا یک سری از شخصیت های حقیقی و حقوقی رو مورد تحریم قرار داد. بله. همونطوری که اطلاع داریم. بله. من جمله شرکت نفت به اصطلاح رژیم و همچنین شرکت ملی نفتکش ایران و 21 نهاد و کشتی رو مورد تحریم قرار داد. موضوع این که این افرادی که لیست گذاری شدن به اصطلاح چیزی که وزارت خزانه داره گفته، اینو فعالیت در شرکت در همکاری با همین سپاه قدس که به عنوان یک ارگان تروریستی توسط آمریکا در 2019 نامگذاری شده بود، یعنی خود این رئیس بسیار یکی از فعالین این رستم قاسمی که قبلا خودش وزیر نفت رژیم بوده و یکی از کارگزارانه و مهره های اصلی سپاه قدسه که این در 2019 تحریم شده بود. بله. اتهامی که الان به اینها به اصطلاح هستش اینی که اینها همکاری با این فرد میکردن، فردی که مورد تحریم آمریکا بوده به دلیل فعالیت های تروریستی. من جمله همین بیژن زنگنه که الان وزیر نفت رژیمه و یه سری شخصیت به اصطلاح مقامات خود وزارت نفت رژیم بوده. بله. تو این رابطه خب اقدامات دیگه هم انجام شده، من جمله اون 1,100,000 بشکه‌ای که نفتی که برای به اصطلاح ونزوئلا رژیم ارسال کرده بود و مصادره شد. بله. اونو الان به فروش گذاشتن که یک چیزی حدود 40,000,000 دلار از این بخش از این مثلا چیزی که به دست میاد برای قربانیان تروریسم دارن استفاده میخوان بکنن. نکته مهم این وسط اینه که الان یک سری به اصطلاح به دلیل از بایگانی خارج شدن شکایات وزارت دادگستری بر علیه رژیم پرونده های حقوقی به جریان افتاده، من جمله همین موضوعات مربوط به بازماندگان تروریسم و کسانی که از تروریسم رژیم آخوندی خسارت به صلاح دیدن. بله. که الان تو همین رابطه هم این شکایت ها الان باز شده و این اقدام هستش. نکته مهم اینه که وزارت دارایی
چیز برجسته‌ای که در این تحریم ها هست دیگه، اقدام فقط تحریم نکرده، اقدام به مثلا همین فروش نفت که کرده، یعنی وارد یک اقدام عملی شده تو این دستگاه. بله. البته خب این تحریم ها از 1979 از زمانی که گروگانگیری بود توسط کارتر یک سری تحریم هایی گذاشته شد. بله. که این تحریم ها اصلا یک سریش اصلا ذیل برجام نیستن، تحریم هایی بودن که اون زمان مثلا خود کارتر تحریم تسلیحاتی کرده بود رژیمو. اینا چیزایی هستند که به اصطلاح الان کماکان ادامه دارن این تحریم ها. حالا نکته مهم اینه که ضمن این که به اصطلاح این تغییراتی که الان رژیم میخواد، یعنی مهم قسمت مهم اینه که تحریم هایی که ذیل لیست تروریستی و قانون تروریسم به انجام میرسه و به تصویب میرسه، اینها چیزهایی نیستن که به سادگی بشه اینا رو برطرف کرد. یعنی به عبارت دیگه هر کسی در آمریکا باشه میبایستی برای لغو این تحریم ها بیاد این قوانین اینا از تصویب کنگره بگذرونه. حالا کدوم کنگره؟ کنگره ای که 223 همین کنگره ای که الان در حال حاضر اکثریت دموکرات الان دارن، اکثریت دموکرات توش اکثریت دارن، 222 نفر از همین کنگره خواستار تحریم های این رژیم شدن. یعنی در این چنین وضعیتی این ویژگی این دوره از تحریم های آمریکاست که دیگه نمیشه، یعنی دولت های بعدی هر کی هم بخواد باشه که بخواد اینا رو لغو بکنه، مسئله بسیار بسیار اولا از افکار عمومی باید عبور بده، ثانی هم باید چیکار بکنه؟ از کنگره عبور بکنه که این به شدت، یعنی اصلا تقریبا یه کار خیلی شاقی خواهد بود. درست. و بعضا اصلا ممکنه نتونن در یه کوتاه مدت این کار رو انجام بدن. بله. حالا با توجه که فقط چند روز به انتخابات آمریکا باقی مونده، چرا آمریکا تحریم ها رو به این شکل افزایش میده؟ بله این سوال خیلی خوبیه. میدونید تمام چیزهایی که الان شامل موزگیری ها، سخنرانی ها، میتینگ های انتخاباتی، هر حرفی که الان در آمریکا توسط دو حزب جمهوری خواه و دموکرات داره زده میشه دقیقا در راستای انتخاباته، چون چند روز دیگه به انتخاب هم سه‌شنبه هفته آینده انتخاباته همونطوری که میدونید. در نتیجه اینا صحبت هایی که دارن میکنن بایستی حساب بکنن که بر روی افکار عمومی و رای دهندگان چه تأثیری میذاره. وقتی که اینا وارد همچین به اصطلاح تحریم های به این شکل میشن، اینا دارن حساب میکنن که افکار عمومی و رای دهندگان چه تنفری از این رژیم دارن. بله. حالا جالبه، من امروز تو یکی از همین سایت های رنگارنگ این رژیم میخوندم، اونجا هم دقیقا اومده بود یه همچین موضوعی رو میگفت که یک به اصطلاح مطلبی بودش تحت عنوان این که در دقیقه 90 تحریم های دقیقه 90 آمریکا علیه ایران به چه معناست. این تیتر یه مسئله بودی که اومدی مصاحبه کرده بودی که نفرات خود به اصطلاح اون رژیم جوابی که این میده ببینید چیه، من از روش دقیق میخونم. میگه حالا میخواهد در این فرصت به ترامپ میگه که الان به اصطلاح وضعیت عقبه، میگه حالا میخواهد در این فرصت باقی مانده از هر فرصتی استفاده کند تا شاید نظر رای دهندگان جلب شود و در واقع به یک موفقیت فرامرزی احتیاج دارد. پس ببینید چی میگه. میگه ترامپ برای جلب نظر رای دهندگان وارد تحریم ها شده. یعنی خود این کارگزار رژیم و این سایت رژیم هم و خودشون هم میدونن دقیقا میزان تنفری که سلاح رژیم در افکار عمومی عام به طور جهانی و به طور خاص در آمریکا داره. در نتیجه یکی از دلایل اینه که تحریم هایی که الان داره انجام میشه ذیل به اصطلاح گروه های تروریستی و قوانین تروریستی، اینها همونطوری که الان در پاسخ سوال قبلی خدمتتون عرض کردم، اینا چیزایی نیستن که بشه به سادگی برطرف، یعنی باید بره در ریل قوانین آمریکا، اجراییاتش و پروسدورهای به اصطلاح خاص خودش و کنگره و تصویب کنگره، ضمن اینکه باید افکار عمومی رو بیان اینا
مثلا قانع بکنن سر این موضوع، که خب الان میبینید یعنی اگر بخوان مثلا بیان این رژیم رو بخوان از این تحریم ها لغو بکنن، اول باید بیان اثبات بکنن که این رژیم تروریست نیست. همین امروز خبرش رو شنیدین، به اصطلاح یک کشتی حامل موشک های رژیم برای حوثی ها، بله، و نتیجه همین اقدامات بی‌ثبات کننده رژیمه. به عبارت دیگه، مستقل از اینکه کی در چه کسی در آمریکا باشه، این چیزیه که خود الان سیاستگزارای رژیم، تحلیلگرای این رژیم، میگه به مطبوعاتشون رسانه‌شون نگاه کنن، کاملا توش هستش. اصلا میگن هیچ تفاوتی نمی‌کنه، یعنی افکار عمومی در آمریکا و قوانین در آمریکا به طور خاص اصلا اینطوری نیست که اینا خیلی تفاوت داشته باشن. اون دفعه که فقط موضوع اتمی بود، رژیم بایستی، اگه یادتون باشه، گفت ما با زانوی خونین رفتیم برای مذاکره. داره. اگر مثلا یک برجامی بخواد باشه، در فرض کنیم مثلا بایدن بیا سر کار، طبعا شامل موشکی خواهد شد، شامل منطقه‌ای خواهد شد، دخالت‌های بی‌ثبات کننده، شامل حقوق بشر خواهد شد، که اینها هیچ کدومش برای رژیم قابل اجرا نیست. در نتیجه این چیزی که الان اینا دارن روش کار میکنن به خاطر تنفر شدید از رژیم در آمریکا، که اصلا تبدیل شده به یک موضوع انتخاباتی که برای رأی آوردن حلقه تحریم ها رو بر گردن رژیم دارن محکمتر میکنن. بله، خیلی خیلی متشکرم از شرکتتون در گفتگو و توضیحاتی که برامون دادید. برنامه تیک تاک رو همراه با شما بینندگان عزیز ادامه میدیم. خستگی نکن، این میدونا رها نکن، خوب کن، بشه شد، اخوان باید
در هفته گذشته فاجعه کرونا در ایران باز هم حد شکست، تا جایی که وزارت بهداشت رژیم در آمار مهندسی شده و قطره چکانی خودش به فوت روزانه بالای 400 نفر اعتراف کرد. همزمان کارشناسان رژیم گفتند که آمار واقعی 2.5 برابر این عدد هست. اما در زمینه کرونا در ایران چه میگذره؟ ابتدا گزارشی رو در همین رابطه با همدیگه میبینیم و بعد هم گفتگویی حول همین موضوع خواهیم داشت. به گزارش ما توجه کنید. ردیابی ویروس میکنیم، کشف میکنیم کجا خرابه، اونجا رو میریم قرنطینه میکنیم. کی به ما کمک میکنه؟ تمام نظام حاکمیتی، سپاه و پلیس و نمیدونم قوه قضاییه و اینا به ما کمک میکنن. خود خیالی نیست آقای دکتر، همه دنیا همین کارو کردن. نکنیم ویروس ما رو رها نخواهد کرد و آبرومون بیشتر از این میره. به اعتراف همه کارشناسان و پزشکان، برای مقابله با ویروس باید خرج کرد. این تجربه تمام کشورهاست. یکی از راهش اینه که بعد پول خرج بکنیم برای سیستم بهداشت درمانیمون. راستی پولها کجاست؟ مگر روحانی نگفت هزینه تست و درمان رایگان است؟ چرا انقدر گرونه؟ یعنی الان مثلا یه نفری دیشب آقای حریشی اینجا بود، میگفتن که آقا لازم نیست هر کسی بره تست بده، ولی اگر کسی نگران باشه خب میخواد بره تست بده 600-700 هزار تومان تا 1,000,000 تومان ازش دارن پول میدن. آیا مطابق اصل 3 قانون اساسی بهداشت و درمان رایگان نیست که بیماران کرونایی حتی با هزینه های میلیونی نمیتوانند داروی خود را تأمین کنند؟ در نظام آخوندی نه تنها خبری از درمان رایگان نیست، بلکه حقوق پرسنل فداکار بیمارستان ها را هم نمیدهند. پرسنل بهداشتی ما نه کارانه نه اضافه کار، 3-4 ماه که اصل حقوقشون که کمتر از حداقل قانون کار دریافت نکردن. روزنامه همشهری کمی پرده را کنار زد و به اختصاص بخشی از پول برای سرکوب اعتراف کرد و نوشت: آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد تا کنون 2100 میلیارد ریال از 1 میلیارد یوروی اختصاصی از صندوق توسعه ملی برای کنترل کرونا به نیروهای مسلح اختصاص پیدا کرده است. به نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی باید به این معیشت و عدم شکل گیری یک طغیان فکر کنند. بله، اولویت خامنه‌ای و روحانی حفظ نظام است و پولها خرج سرکوب می شود. اما بی تردید طغیان ارتش گرسنگان کرونای ولایت را در هم می پیچد. خب دوستان، برای بررسی بیشتر وضعیت فاجعه بار کرونا در میهنمون همراه هستیم با دکتر یوسف لسانی از ایتالیا. سلام میکنم خدمت شما و خیلی خیلی متشکرم از شرکتتون در برنامه‌مون. سوال اولم این است که وضعیت در رابطه با کرونا چگونه است؟ سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز برنامه شما. اول از این، اون اتفاقی که در ایران داره میفته، خبر از البته ما هاست که خبر از ابعاد هولناک فاجعه این ویروس کرونا میباشه که گریبانگیر هموطنان ما رو گرفته و به صورت یه تهدید جدی و یه تهدید مرگبار شب و روز برای هموطنان بی دفاع ما همواره یه تهدید جدی به حساب میاد. این کرونایی که بی امان کشتار میکنه و رژیم با حربه سانسور و مینیمیزه کردن هم دیگه حتی قادر به پنهان کردن اون نیستش. اینو فقط ما نمیگیم، حتی کلی از رسانه ها و روزنامه های بین المللی به این مسئله پرداختن و این فاجعه ویروس کرونا در ایران رو یک خطر جدی توی منطقه خاورمیانه به حساب آوردن. از طرف دیگه از تازگی ها کلی از همین مقامات خود رژیم کار به جای رسیده که میان یه حرفایی میزنن با احتیاط تازه خیلی کامل. برای مثال سخنگوی وزارت بهداشت رژیم در یک آمار مهندسی شده شماره جان باختگان رو یک جهش 20% اعلام کردش. از طرف دیگه بعضی از مقامات رژیم میان
جملات و واژه‌های استفاده میکنن که خبر از این تراژدی میده. برای مثال من چند تاشو مثال میزنم که میان میگن طاعون کرونا یا هیچ استان سرخی دیگه وجود نداره، یعنی همه از مرز سرخ گذشتن، یا میان میگن شرایط انقدر بحرانیه که دیگه تحت کنترل نیست، و جای در جاهای دیگه اومدن گفتن که بیمارستان ها دیگه جا نداره، و حتی بعضی از این مقامات رژیم با خیلی ترس و لرزان اومدن گفتن که ابعاد این ویروس کرونا اونقدر زیاد هستش که ما به زودی از موج دوم و سوم و چهارم عبور خواهیم کرد. اینا چیزایی که خودشون هستش که میان میگن. البته اگر من بخوام بگم در یک کلام، صحبت از یک کلان تلفات انسانی در قربانگاه بزرگ توسط رژیم ضد بشری آخوندیه. بله، به چه دلیل فکر کنید که مردم ایران به چنین وضعیت فاجعه باری در رابطه با کرونا رسیدن؟ دلایلش؟ ببین، اول از اینکه عامل اول و آخر، علل اول و آخر این تراژدی که توی کشور ما اتفاق افتاده، همین ولایت فقیه ضد بشری و تمام کسانی که براش خدمت گذاری میکنن. دو تا نمونه برای اینکه ما دقیقا بفهمیم که کیا هستن که ایران رو به این پرتگاه عظیم بردن. خود خامنه ای خلیفه ارتجاع از همون اوایل اومدش گفتش که این یک مسئله گذراست، زیاد هم بهش اهمیت ندید. بعدش هم اومده با چند تا دعای نمیدونم چی 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 و با تراپی گل بنفشه اومده خواسته مسئله کرونا رو حل کنه. اون چیزی که به رئیس جمهور شیاد ارتجاع روحانی برمیگرده که همون اوایل میگه همین شنبه که داره میاد همه چیز تموم میشه. خب اینا مسئولان این کشور هستن که اینجوری نگاه میکنن که همین شیخ حسن روحانی اصلا قرنطینه را یه شیوه قرون وسطایی میدونست. از طرف دیگه در ذات این رژیم هست که برای جان انسانها ذره اهمیت قائل نباشه. از طرف تمام ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، انسانی، طبیعی ایران زمین رو تو این 40 سال اینا نابود کردن. یادمون نمیره که یکی از خصوصیات واژه این رژیم ضد بشری صدور جنگ و تروریست برون مرزها وقتی خودشو تو مخمصه میبینه، و الان که خودشو تو مخمصه سرنگونی ناشی از قیام‌هایی که در راه هستن که از شرایط انفجاری جامعه در میار میاد چیکار میکنه؟ دست به بحران سازی میکنه، استفاده میکنه از کرونا ویروس، جامعه رو به یه بحران عظیم، به یه کشتارگاه عظیم میبره، به هوای این که بتونه قیاما رو به تأخیر بندازه، چند سبای دیگه بیشتر زندگی بکنه. اما اون چیزی که امروزه دیگه همه دارن ازش حرف میزنن، حتی خیلی در تحلیلگرای سیاسی، همه این نارضایتی ها به اضافه خشم خفته و تمام تنفری که در این سالیان جا شده، همه اینا در یک انفجار بزرگ حتما بروز خواهد کرد. اما در شریان و جان این انفجار جوانان قیام آفرین و کانونهای شورشی قهرمان وجود داره که اینو به یک نقطه مشخص میبره. البته در قامت ارتش آزادی بخش ملی ایران که به زودی این رژیم تاریکندیش و چاهپرست رو به زباله تاریخ به زباله دانی تاریخ میفرسته. بله، یک سوال دیگه هم خدمتتون داشتم. الان با توجه به اینکه به اصطلاح پاندمی کرونا در اروپا هم خب داره گسترش پیدا میکنه و شما هم در ایتالیا پزشک هستید، چه اقداماتی دولت ها الان با وضعیت جدید دارن انجام میدن؟ مثلا خودتون تجاربی رو که الان در ایتالیا دارید، چه کارهایی رو دولت برای حل و فصل مسائل مربوط به این موج جدید انجام میده؟ بله، ببینید، ابتدا به ساکن که این هم خیلی علمی، هم دیالکتیکه، هم پایه‌ایه. دولت‌های اروپایی و حتی دولت ایتالیا که من تو زندگی می‌کنم
ابتدا به ساکن اهمیت میدن به جان شهرونداشون و برای مسئله و به خاطر همین هزینه میکنن. یعنی خود دولت ایتالیا 40 میلیارد یورو هزینه کرده برای این مسئله. بنابراین الان که شیوع مبتلایان داره بیشتر میشه به دلایل مختلف که الان وقت برنامه به ما اجازه نمیده، اینها میان چیکار میکنن؟ کمیته های ویژه تشخیص میدن که با این کمیته های ویژه میان قوانینی رو تصویب میکنن که جلوگیری بکنن تا اونجایی که امکان داره جلوی شیوع این بیماری، جلوی تمام عواملی باعث میشه که کمتر مبتلا بشن اینا رو میگیره و برای این قانون ها رو به اجرا میذاره و در بالای اجرای این قانون نیروی به اصطلاح انتظامیشو نمیذاره مثل ایران که مردم رو سرکوب بکنن و مردمی که در شرایط اسفناک اقتصادی درگیر هستن جریمه بکنه، میذارن که این قوانین رعایت بشه با اطلاعات رسانی، با روشنگری و با اقدامات بسیار بسیار زیادی به مردم این آگاهی رو میدن که بتونن خودشون رو حفظ بکنن. بله خیلی خیلی متشکرم دکتر لسانی از ایتالیا که با ما همراه بودید و به سوالاتمون پاسخ دادید. ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما، با تشکر که از وقتی به من دادید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب بینندگان گرامی، به انتهای برنامه تیک تاک امروز هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید بسیار بسیار سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همتون رو به خدا میسپاریم. موفق باشید.